زنگ زدن به ما گفتن که یه کاری هست تو کربلا، میریم اونجا کار کنیم. ما که خدا خواسته گفتیم بله حتما میریم. هوای خیلی خوبی بود، اصلا حس کردیم رفتیم تو بهش، همه چی از خاطرم رفت. ما رفتیم مشغول به کار که شدیم، قرار بود یک ماه اونجا بمونیم، راننده دیگه بیاد اونجا، ما بیاییم مرخصی. ما یک ماه کار کردیم، کسی نیومد. خلاصه ما رفتیم بلیط گرفتیم که بیایم برای ایران. بودیم خب کسی نه، ما یک ماه باشیم، یک ماه دیگه بریم مرخصی دیگه. شب اومدم که خوابیدم، تو خواب دیدم سر امام حسین به خوابم اومد، جلوی چشمم بود. بعد یه پشیمون شدم، بردم بلیط پس دادم. بردم بلیط پس دادم و باز مشغول به کار شدم. بعد رفتم این خواب برای اون مترجم اون تعریف کردم. گفت نرو، تو برای کسی کار نمی کنی، برای امام حسین کار می کنی. خلاصه پشیمون شدم و نرفتم. دیگه وایسادم تا هفت ماه وایسادم. خود رئیس تشریفات این رو هم گفت تو چجوری وایسادی اینجا؟ همه ایرانی یک ماه وایسادن میرن. شما چجوری هفت ماه اینجا داری کار میکنی؟ گفتم خدایش من اصلا دیگه اصلا زن و بچه هم یادم رفته اصلا. اینقدر که دوست داشتم اونجا ببینم اصلا زندگی مثل اینکه اصلا خدا وکیلی اصلا بچه ها فراموش کرده بودم. بخوام اینجا برم دیگه کسی نیست کار کنه، کارشو میخوابه. حالا اینا هم عجله داشتم که مثلا زود اینجا رو مثلا سقفشو بزن.